سلام علیکم، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ وقتتون بخیر، خسته درساتون نباشین. آقا قسمت پنجم مصاحبه با شاگردام، میخوام به یکی از بچه‌هایی که چند ماه با ما کار میکنه، نادیا 4 ماه حدودا، کوچش خانم مشتاقه دیگره، خانم فتی. اوکی، اون نادیا مریمیه که خانم مشتاقه، این نادیا عزتی. اوکی، این از این باش صحبت میخوایم بکنیم، مصاحبه بکنیم، ببینیم که چی به چیه و جریان از چه قراره. الان به من زنگ زد، چون ویدیو ریکورد نبود بهش گفتم یه 2 دقیقه دیگه به من زنگ زن. قبلا به زنگ زدیم تو ویدیو قبلی، اگه ویدیو قبلی رو نگاه نکردیم بریم ببینینش. زنگ زدیم بر نداشت، بعد الان دوباره زنگ زد، گفتم که سریع ریکوردش کنیم و اینا، منتظریم که دیگه زنگ بزنه. قبلش من یه صحبت کوچولویی کنم که بچه این مصاحبه به درد این میخوره که آقا من نمیام یه تیک خوشگلش رو جمع بکنم بیارم واسهتون بگم آه ببین اینجا رو نگاه کن در مورد من خیلی خوب صحبت کرده. ببین ممکنه یه شاگردی بالا پایین صحبت کنه، من با تک تکشون صحبت میکنم که شما بتونین راحت تر مشاور و یا تیمتون رو انتخاب بکنین. این از این بهش گفتم 2 دقیقه دیگه زنگ بزن. چنقدر طول کشید؟ 42 دقیقه است. الان هست باز زنگ بزنه، میخوای یه کات بده بعد دوباره بیا. آقا زنگ نزد، بسه خودمون زنگ بزنیم بهش. یه چند دقیقه منتظر بودیم زنگ نزد، بسه خودمون زنگ بزنیم بهش. بچه ها نزدیک کنکورشونه. سلام علیکم. خوبی؟ حالی شما خوبه؟ مرسی. نادیا خودتی؟ بله خودم. نادیا من گفتم 2 دقیقه دیگه به من زنگ بزن، چرا الان 5 دقیقه گذشت؟ وای دکتر فکر کردم گفتیم 10 دقیقه. من زنگ میزنم. نه زنگ بابا ول کن، نمیخواد. خوبی؟ چطوری؟ اوضاع چطوره؟ مرسی خوبم، اوضاع خوبه. خدا رو شد دکتر شوکه شدم. چه عجب. چی چه عجب؟ شاگرد یادی از ما کردیم، یادی از ما، یادی از همه میکنیم. بله درست. خوبی؟ وبینار دیشب خوب بود؟ عالی بود دکتر. حالا من اولش میخواستم شرکت نکنم، یکی از ضعیفا مونده بود یکم، بعدش دیگه آخرش فهمیدم واقعا ارزشش رو داشته مونده. خدا رو شکر. بعد اوضاع درس چطوره؟ از کوچت بگو. کوچم که واقعا عالی هست. حالا من از وقتی وارد آکادمی شدم 2 تا کوچ عوض کردم، خانم فتی سومی هست، ولی واقعا خیلی خوبن، خیلی کمکم میکنن تو درسم. خدا رو شکر. ارتباط خوبی و دوستانی رو گرفتی باش دیگه؟ آره آره دیگه. اوکی همیتی. خدا رو شکر. منتوره چی؟ منتورم که دیگه نگم، خانم دکترم واقعا عالی. دوستش داری؟ خیلی. خدا رو شکر. یعنی اون موقع که فهمیدم حذف شدن، حالا حذف شدن هم نه دیگه با ما کار نمی کنن و اینا، افسردگی گرفته بودم به خدا. خدا رو شکر فعلا هستن. عرضم به حضورت که نادیا گزارشکارات رو هر شب میفرستی؟ گزارشکارامو نه. نه؟ نه به خانم دکتر رو نمیگم، ترازو میگم. آها آره، من یه لحظه گفتم، یه لحظه تراز نادیا رو میاریم بچه برام. منتور فتی من ناظرش که آقای دکتر، فقط این که من اشتراکم چیز میگم اشتراک، من ترازم خراب شده بود. خب وقتی وارد میشدم با اینترنت گوشی یا با وای فای وارد میشدم نمیورد. خب حالا یه اتصال مجدد اینا هر من چند بار زنگ زدم به پشتیبانیشون، حالا گفتن اوکی میکنیم، ولی دیروز خانم احمدی گفتن یه بار هست و نست کن اوکی شد. خدا رو شکر الان ترازت اوکی دیگه؟ آره آره الان میری اوکی. ببینی زیست چقدر خوندی تو این اردیبهشت ماه. تو اردیبهشت ماه آخه آقای دکتر بعضی روزا رو وارد نکردم بخاطر خاطر برای بیاینا.
آه به خاطر خرابی خب وارد نکردی، خب فرداش وارد میکردی هر وقت درست میشد. الان من بخوام ببینم چند ساعت تو زیست خوندی، نباید من یه آماری چیزی دستم باشه دختر خوب؟ بله درسته، ولی خب چند بکنم 4-5 روزی پشت سر هم خراب شد، بعد دیگه منم وارد نکردم. خب ببین بچه ها، یه چیزی بگم، ترازها رو مگه کوچاتون بررسی نمی کنن؟ خب حتما کسی که ترازش خالی نباشه اصلا. ببینین یه کاری کنیم، جمعه به جمعه خب برنامه هفتگی بچه ها رو بررسی کنیم. ببین کوچاتون رو برین، مثلا برین جمعه به جمعه برین تک تک دانش آموز تک تک کوچاتون دانش آموزاشون رو نگاه کنین، ببینین که تو طول هفته کامل این برنامه هستش، یعنی یک روز ممکنه نباشه. اگر نبود مثلا ببینین سرگرمی هستش گذاشته که مثلا امروز مشکل داشتم خوندم یا نه، اینو حتما چک بکنین که مثلا هر روز نمیخواد، چون کوچاتون دارن خودش انجام میدن، خود کوچاتون. شماها هر جمعه به جمعه مال هفته گذشته‌شو نگاه کنید، یا شنبه ها مال هفته گذشته رو نگاه کنید، ببینید کسی هست خالی داشته باشه. اگه خالی بود حتما بهش بگیم پر بکنه، چون ما گزارش ماهیانه میخوایم. الان من میخوام ماه به ماه بچه‌ها رو چک بکنم ببینم این ماه چی کار کردن، دیگه آمار نداشته باشم خراب میشه اوضاع. مرسی آقا. این از این از آکادمی ما راضی هستی؟ دکتر عالی، خیلی خوبه واقعا. خدا رو تو قبلا مشاور داشتی؟ آره خیلی. از کجا مشاور داشتی؟ از همه جا، از تهران، تبریز، بعد ارومیه. از چه مجموعه هایی؟ یکی که از کنکور آسانش داشتم، خیلی افتضاح بودن. خب بعد یه چند تا داشتم دیگه، فکر میکنم بشناسیم. خب بگو مشکل نداره. ولی آکادمی های بزرگی بودن، مثلا تو ارومیه با آکادمی دکتر لکتی کار کرده بودم. آها تو ارومیه. خب آره. چرا از اون اومدی بیرون؟ دکتر برنامه هاشو خیلی خیالی بودن، اصلا اوکی. خیاری؟ آره خیاری یا خیالی؟ نه خیالی. آها خب آره. بعد پیگیریاشون اونجوری که باید بود نه. چجوری بود؟ یعنی زیاد پیگیری نبودن، بعد مثلا یه برنامه رو انجام نمیدادم پیگیری نمی کردم. خب مثل آکادمی شما اصلا نبود. خب دیگه با چه مجموعه کار کردی؟ بعد تو تبریز یه دونه چیز بود، آکادمی نبود، خودش تکی بود ولی خیلی خوب بود. چرا از اون جدا شدی؟ ایشون هم خیلی بیخیال بودن. خب چرا میگه خیلی خوب بود؟ یعنی برنامهشون خیلی خوب بود. برنامهش خوب بود ولی خب بیخیال بود، یعنی بررسید نمیکرد. آره؟ آره. برنامهش آره. هفتگی بود؟ نه اون ماهانه بود. ماهانه بود؟ آره. منم بخوام برنامه ماهانه باشه خیلی خوب میشه دیگه. آره. این از این. بعد برات مشخص میکرد روز به روز چجوری چی بخونی؟ بله. بعد گزارشکاراتو بررسی میکرد؟ آره میگو پرشت برام گزارشکار بفرست اینا. نه بفرست که کاری نداره، همه شون میگن بفرست. این که بعدش بشینه تحلیل بکنی باهاش. نه اینجوری نبود. این از دیگه. با کدوم مجموعه کار کردی؟ اینا که تو اینستاگرام هستن؟ یه دونه یادتونه من چیز فرستادم، هیربود آکادمی براتون. چی آکادمی؟ واسه اردون اردون، هیربود آکادمی. هیربود؟ آره بر اردون اردون اردون. خب یه اکس فرستادم. خب بعد من دو ماه با اونا کار کردم، یعنی یه ماه با یه مشاورشون، بعد عوض کردم دوباره با یکی مشاورشون کار کردم، اون اصلا خوب نبود. چرا خوب نبودن؟ آره طرحهای سه تا طرح داشتن، یکیش متوسط بود، یکیش خوب بود، یکیش هم وی آی پی بود. حالا من با وی آی پیشون میرفتم، اونا برنامهشون هفتگی بود. یه لحظه نادی، یه لحظه گوشی جانم. سلام علیکم، متشکرم، بفرمایید.
خوب هستین شما. عذرخواهی میکنم، میتونین یه 10 دقیقه رو دیگه تماس بگیرین؟ زنده باشین، خدا نگهد. ببخشید نادیا. خب داشتی میگفتی. آره، حالا با اینکه تریشون وی آی پی بود ولی برنامه‌شون هم هفتگی بود، ولی تماسشون 3 بار در هفته بود. تماس میگرفتن مرتب؟ آره. چقدر هزینش بود؟ میکنم یه 400 تومن. 400 تومن. وی آی پیش 400 تومن بود. آره؟ بله. بعد 3 بار در هفته رو به تماس میگرفت، برنامه میداد هر 3 بار، یا مثلا هفته یه بار برنامه میداد، تماس 3 بار در هفته بود؟ نه، هفته یه بار برنامه میداد، تماس 3 بار در هفته بود، واسه مثلا رفیش کار. آها درستی. خب تماس ها چقدر طول میکشید؟ دیگه وقتی برنامه نده بکنید؟ اصلا باشون نمیتونستم مثلا اون ارتباط چیزو بگیرم. گزارشکاراتو چک میکرد؟ آره، اونو هر شب میفرستادم چک میکرد، کوتاهی میکاهی میکردم، گوشتت میکردم. خب همین، در همین حد. آزمون مازمون نداشتن؟ چرا، میگفتن توی ما 2 تا آزمون میگیریم ازت، یه عمومی اختصاصی. گرفت حالا؟ یه بار که گرفتن، یه بارشو ما آخر کسیز میکردم نگرفتن. بعد ارتباط با یه روانشناس هم تو برنامه شون داشتن. حالا من بعد اینکه با آکادمیشون قصد ارتباط کردم، دیدم این هم داشتم ولی من اصلا ازش استفاده نکردم.